قیمت نفت گرچه امروز نفت به بشکه ای 46 دلار رسیده و گویا این قیمت روی دولت ایران فشار گذاشته. حسن روحانی یک بار دیگر از نقش بعضی کشورها در سقوط قیمت نفت شکایت کرد ولی گفت دود این کار به چشم خودشان می اونهایی که کاهش قیمت نفت را بر علیه برخی از کشورها طراحی کرده اند پشیمان خواهند شد این راه برای آنها قابل ادامه نیست اگر از کاهش قیمت نفت ایران ضرر می کند بدانید کشورهای تولید کننده دیگر همچون عربستان و کویت بیش از ایران ضرر خواهند کرد علت در تفاوت میزان فروش نفت کشورهاست. هاست طبق آمار اوپک امسال عربستان سعودی حدود 8 میلیون بشکه صادر کرده و ایران فقط یک میلیون بشکه نفت وابستگی بودجه ایران و عربستان به نفت خیلی متفاوت است در بودجه سال 2015 میلادی عربستان از مجموع 190 میلیارد دلار درآمد قرار از 160 میلیارد دلارش را از محل فروش نفت تامین کند یعنی نزدیک 85 درصد ولی در بودجه سال بعد ایران از مجموع 75 میلیارد دلار فقط 25 میلیارد دلارش از نفت می آید یعنی 33 درصد ولی جیب عربستان پرتر از ایران است صندوق اندوخته ملی عربستان که مازاد درآمد نفت در سالهای قبل به آن ریخته شده بالغ بر 700 میلیارد دلار است. منابع صندوق توسعه ملی ایران 70 میلیارد دلار یعنی ده برابر کمتر. برای همین شاید عجیب نیست که عربستان و متحدانش در اجلاس اوپک با کاهش سقف تولید این سازمان مخالفت کردند. وزیر انرژی امارات هم میگوید کشورش همچنان با کاهش تولید اوپک مخالف است ما تحت هیچ شرایطی نمیتونیم تنها کشوری باشیم که مسئول تعدیل قیمت نفته مازاد عرضه عمدتا از نفت شیل آمریکاست باید این مازاد ارزه رو تصحیح کنیم از هر اقتصاددانی بپرسید به بهتون میگه تصمیم ما برای اوپک راهبردی و منطقیه استراتژیک عربستان و متحدانش میگویند میخواهند رقبای جدید خود در آمریکا را از صحنه به در کنند از جمله تولید کنندگان نفت شیل که از صخره و ماسه نفت استخراج می کنند. بر اساس برآورد رویترز حداقل هزینه تولید هر بشک نفت شیل در آمریکا 70 دلار است اما حداقل هزینه تولید به روش متعارف در دریای شمال بریتانیا 46 دلار در ایالت تگزاس آمریکا 40 دلار در روسیه 15 دلار و در ایران و عربستان کمتر از 10 دلار است با قیمت امروز در میان مدت تولید بعضی از تولید کنندگان آمریکایی و اروپایی دیگر مقروم به صرفه نخواهد بود. شاید به قول آقای روحانی حاشیه سود عربستان کم شده باشد ولی به لطف این قیمت بعضی تولید کننده های آمریکایی هستند که دارند عملا با ضرر می فروشند. امیر پایور بی بی سی